همین برنامه سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان. رضی الله تعالی عنه روایت است که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بهشت دروازه‌ای دارد که به آن ریان گویند. روز قیامت فقط روزداران از آن دروازه وارد بهشت می شوند و غیر از آن کسی دیگر وارد شدن نمی تواند. روز قیامت ندا می شود که کجایند روزداران و آنها بر می خیزند و غیر از آنها کسی دیگر وارد نمی شود. پس از آن که آنها وارد بهشت شدند، دروازه بسته می شود و کسی دیگر وارد بهشت شدن نمی تواند. با نام خداوند بخشاینده آغاز می کنم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما خانواده نهایت عزیز، مخاطبین برنامه ضیافت رمضان. 18 روز از ماه مبارک رمضان آرزو می کنم با طاعات و عبادات سپری کرده باشین و یک روز پر از خیر و برکت برای تک تک شما خانواده نهایت عزیز بوده باشد. طاعات و عباداتتان قبول و مقبول حضرت حق باد. سلام تقدیم میکنم به مادران عزیزی که امین اکنون مصروف آشپزی هستند و برای افطاری آمادگی میگیرند، پدرانی که قرآن کریم تلاوت میکنند و کسانی که مصروف عبادت خداوند پاک و بی‌نیاز هستند. در هر ولایت از افغانستان که هستین آرزوی خوشبختی و سعادت برای تک تک شما دارم، نه تنها در داخل افغانستان بلکه در خارج از افغانستان. کسانی که بیننده برنامه ضیافت رمضان هستین آرزو میکنم روزهای پرفیض و برکت ماه مبارک رمضان به خوبی سپری کرده باشین. ایرا بخیر، ماه مبارک رمضانم کم کم داره سپری میشه. 18 روز تا دقایق دیگر به اتمام خواهد رساندیم، اما آرزو میکنم که از جمله روزدارانی باشیم که روزه و نماز و عبادت ما مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد و از آن روزداران نباشیم که حاصل روزشان فقط البته گرسنگی و تشنگی خواهد بود. 12 روز باقی مانده، فرصت خیلی محدود است. 2 روز از دهه بخشایش مانده، در این 2 روز فرصت های طلایی را از دست ندین و به خاطر بخشوده شدن گناهانی که خواسته یا نخواسته ما انسان هستیم، از ما سر زده، به خاطر از او از دربار خداوند پاک و بی‌نیاز مغفرت و آمرزش بخواهید تا خداوند پاک و بی‌نیاز شما را بیامرزه و ثواب نصیب کنه. در برنامه امروز باز هم مهمانان نهایت محترم و عزیزی با ما همراه و هم کلام هستند، اما قبل از اینکه سراغ فهرست مهمانان برنامه امشب بریم، جا داره که طرف مظفر بریم ببینیم که مظفر امشب چی کرده، چی آمادگی گرفته به افطار به خاطر پذیرایی مهمانان برنامه. مظفر دیگه همونطور مصروف و کار و فعالیت است، یکی چی میکنه از مظفر بپرسیم. مظفر سلام و شام بخیر. سلام، سلام بر شما، سلام بر بیننده عزیز. خواستیم امشب دیگه یک ذره توجه زیاد بود از مهمانای ما، گفتند بولانی نیست، سمبوسه نیست، پکوره نیست، خواستیم امشب. چقدر خوب، شب قبل گله کردیم، امشب مظفر جان آمادگی گرفته. بله، از سمبوسه آماده کردیم که پکوره میکس است. بسیار خوب. و دیگه یک نوع چیکن داریم با نام چیکن آیلایت میگه، مسکه و سماروق همراه سینی مرغ جور میشه و دیگه سوپ ترکاری داریم و یک نوع برنج داریم. بسیار خوب. و دوغ هم خود طبق معمول دوغ داره، پس چکنی مزدار، چکنی خوبش هم جور کرده مزدار. تشکر میکنم از اینکه عرف مهمونای برای ما رو به زمین ننداختی و امروز آمادگی بیشتر گرفتی. تشکر از خودت. امشب دیگه دو نوع دشمن میده داریم دیگه، سه نوع. خیر، از خدا میرمان از چیزی ناشه. تشکر از مظفر. بیننده نهایت عزیز و کسانی که بیننده برنامه ضیافت هستن، امشب مهمانای نهایت محترمی داریم. نخستین مهمان برنامه امشب ما قاری صاحب حجت الله نوری با ما همراه و همکلم هستن و میخواین که شام 18 روز از ماه مبارک رمضان با تلاوت قرآن کریم زیباتر و نورانی تر بسازن. شما هم با ما همراه و همکلم باشین و از جناب محترم قاری صاحب هم خواهش میکنم که وارد است شون و تلاوت قرآن کریم داشته باشین. بفرمایید. ماه مبارک رمضان ماه بهار قرآن است و تلاوت کردن قرآن ثواب داره. سلام علیکم جناب خیسب، خوب هستین؟ سلامت هستین؟ خوش آمدین به برنامه ضیافت. بخیر باشین. تشکر، سلامت باشین. مهربانی، میخوایم یک تلاوت زیبا شما در این شام رمضانی داشته باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم سپاس فراوان از جناب محترم قاری صاحب حجت الله نوری با تلاوت زیبایی که داشتن در آن حاضر با هم میریم و بخش سبد افطاری را یک جا مشاهده میکنیم با نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما بیننده‌های نهایت عزیز برنامه سبد افطاری آرزو میکنم خوب و خوش و سرحال باشین بازم به یکی از مناطق فقیرنشین شهر کابل آمدیم و میخواییم در بخش سبد افطاری یک خانواده را کمک کنیم شما هم با ما همراه هم کلام باشین بیننده‌های عزیز با بلندترین یا مرتفع‌ترین نقطه شهر کابل آمدیم خانه یکی از هموطنان نیازمند ما و میخواییم که از طرف بنیاد خیریه بیات این خانواده را کمک کنیم شمایی که بیننده برنامه ما در افغانستان و سراسر جهان هستین اگر خارج از کشور هستین میتونین به وبسایت بنیاد بیات مراجعه کنین کمک هایتان از طریق وبسایت با ما بفرستین تا ما خانواده ها را کمک کنیم و همچنان ای که حکایت زندگی این خانواده از چی قرار است با هم یک جا پای صحبت هایشان مینشینیم و از مشکلات زندگیشان جویا میشیم قسمی که قبلا هم گفتم به خانه یکی از هموطنان نیازمند ما آمدیم این که مشکلات زندگیشان از چی قرار است از زبان خودشان میشنویم تا حکایت کنن از مشکلات و درد و رنج زندگی خود خاله جان سلام سلام بچم خوب هستی جان جور خود خوب هستی تشکر زنده باشین برادر سلام به شما هم خوب هستین خیلی هستم خوش اومدین بسیار زیاد خوش اومدین سلام علیکم خاله جان چی شما میشنی بیادر؟ بچیم از بچیم یه حالا بچیم غریب چیز یک چند سی چار تا اولاد داره در میدان مانده یک کم وقت میره گره یک لغمه نان پیدا میکند برای میوشتکه یک گکش هم در مکتب است کلش در مکتب است اینا را اینی تپلک ها مانده ماده زیک کلاشی میکنه میاره یک لغمه نان یک چیز پیدا میکنه برای میوشتکه خود میگیره میاره دیگه اینی که مشکلات از یافت چرا بچه تان خاله جان کار نمی کنه چه مشکل داره؟ بچه معیوب است بچه معیوب چشم هست معیوب دست است بچه کار کرده نمی تانه نظرش نمی آیه برادر چند سال میشه که مریض هستین معیوب هستین کار کرده نمی تانه؟ من تقریبا 20 سال است که معیوب شده 20 سال است که معیوب شده ده چیزی به من کسی کمک هم نمی کنم، امنیت هم نمی کنم خودم هم تکلیف قلبی هم دارم، تکلیف جگر هم دارم، تکلیف اعصاب هم دارم خودم این چهار تا قبلات دارم دیگه غیر کسی دیگه کوی ندارم، غیر این چهار تا بلاد کویم هست دیگه کسی کمکگر ندارم، دیگه ندارم خرج زندگیتون از کجا پیدا میکنین؟ خانه من غیر گفتم میرم دکان به دکان میگردم گدایی میکنم دیگه چی کسی باز برتان کمک هم میکنن یا نمیکنن؟ گاهی میکنن گاهی نمیکنن دیگه خوب کل مردم در بیالت تا آغشت هستن این ما از کجا کنیم به تو هر وقت کمک کنیم یا بلادای ما بیدر چیز ندارن کتابچه ندارن قلم ندارن هیچ چیز ندارن بدر ما کم میگیرن که برو و ما پیدا کنم من مجبور هستم که نکار کرده بتانم نبار کرده بتانم مجبور هستم برو دکان و دکان خانه به خانه بگیدم گدایی کنم ما وقت وقت گدایی دامون پدر خود گدایی نکردم نبایی نکردم مجبور هستم پیش کسی چی کرده نمیتونم مجبور هستم بکنم به دکان بگیدم گدایی کنم
اولادای خودم منم بود. من سرعتی میبینم بچه‌ام. میخیلی ازت بیان نوزد سر نوازان میبینم. خدا میدم همی کشم. ما بیوزن هستم. بچه‌ام این روز این دوست بچه‌ام چی حرکت داره این نداره بچه‌ام. سر ببینم رنج میبرم. یه نه واسه گفتم چی تن کارمون رو ندارم میشه یک رقمی رو ننی کار میکنه کلاشی میکنه برای اولادای خود میاره رنگ نیست چی بچه این دوستش بچه مثل ایک مایوب هست چشم قلبی داره چشمش مایوب هست خدا میده من میکشم بچه از خود جاره میره گدایی میکنه نوایی میکنه مادر میرم برو بچه برو 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 جان مادر خود برو روزگارا بسیار بد بچه ما خودمان بیوستم تشکر میکنم از بنیاد خیریه بیات که یک مقدار پول نقد و 3 قلم مواد غذایی اولیه آرد، روغن و برنج به این خانواده همچنان کمک کردن و همچنان از طرف شفاخانه نوی لقمان حکیم یک کارت بیمه صحی است که میتونن به مدت 1 ماه به صورت رایگان خانواده بهش دکتر برن و مشکلات صحی خود معالجه کنن. خاله جان این را تقدیم شما میکنیم. خداوند مشکلاتتان حل کنه. خدا شما رو خدا خیر بده. جان جور بده که بر ما کمک میکنی. خدا جان جور بده. سلامت باشین. خداوند مشکلات شما را هم حل بسازه ان شاء الله. تشکر خیلی ببینی از کلتان تشکر میکنم بچه‌م. که خدمت بر ما کردین بر غریبا میکنین خیلی ببینین. خداوند شما را هم خیر بده و تشکر داریم باز هم از بنیاد خیریه بیات که همیشه دستگیر خانواده های فقیر و نیازمند و مصیبت دیده ما در کشور از افغانستان بودن مخصوصا در شهر کابل. این بود برنامه امشب سبد افطاری که تقدیم حضور شما شد. تا برنامه بعدی شما را بلای توانا میسپارم. موفق سرفراز باشین. شام خوش. بیننده نهایت عزیز از این که با ما هستین سپاس از شما. کسانی که بیننده برنامه ما هستن از طریق شبکه جنرال تلویزیون آریانا و همچنان کسانی که شنونده برنامه ما از طریق 93.5 آریانا اف ام و 102.2 آریانا نیوز هستن شما همچنان بخیر. در این دقایق از برنامه حضور مهمان نهایت عزیز و محترمی را با خود داریم، جناب محمود ایدری، قهرمان تیکواندوی کشور، کسی که با کسب مدال طلا از مسابقات تیکواندوی مکزیک البته در سال 2010 اگر یاد شما عزیزان باشه توانست مدال طلا کسب کنه و همچنان جواز حضور در مسابقات 2010 المپیک. از آقای ایدری خواهش میکنیم وارد صد شون و صحبت با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم آقای ایدری، خوش آمدین به برنامه ما. خیر باشید. سلامت باشید آقای ایدری. جز و از ملی پوشان افغانستان که سالهای متمادی پیران تیم ملی تیکواندوی افغانستان بطن داشتن و در مسابقات گوناگون اشتراک کردن و جوایز مختلفی را هم به افغانستان عزیز ما کسب کردن. آقای ایدری سلام و شامتان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب خدمت شما و خدمت همه بینندگان برنامه ضیافت رمضانی تلویزیون آریانا. امیدوار هستم که طاعات عبادتشان مقبول حق باشه. تشکر از اینکه شما مرا دعوت کردین. سلامت باشین آقای ایدری. تشکر از شما هم که ضیافت ما را پذیرفتین و در برنامه امروز ضیافت مهمان ما شدین. بخیر. کجا هستین آقای ایدری؟ هستیم خانم سروش، هستیم در گوشه کنار. شکر خدا هستین اما در ورزش نیستید. دقیقاً درست گفتین. تقریبا 2 سال میشه. بله. از 2 سال به این طرف از برنامه‌های ورزشی قهرمانی خود دور شدیم. بله. و دلیل دور شدن ما کدورت سن یا آسیب دیدگی فیزیکی نیست، بلکه بنابر یک اعتراض از ورزش افغانستان دور شدم، چون به عنوان یک ورزشکار که در میادین مختلف ورزشی دنیا از سال 2005 برای افغانستان رزمیدیم و تا سال 2018 و عناوین مختلف مدال‌های مختلف بر افغانستان کسب کردیم از مسابقات متعدد، اما متاسفانه او جایگاه و او پایگاهی را که یک ورزشکار در افغانستان باید می‌داشت
او جایگاه را نداشته و ما به دلیل از اینکه چون هیچ مدال در ورزشی که ما قرار دارم جز مدال المپیک دیگه باقی نمانده بود، ما مدال های آسیایی، بین المللی و 4 مدال جهانی را در بین 180 کشور دنیا کسب کردم، فقط مانده بود که مدال المپیک بیارم. متاسفانه با این همه مدالایی که برای افغانستان کسب کردم، اداره ورزش افغانستان چیزی که ما توقع داشتیم و توقعهای ما پوره نشد. بالاخره خسته از این شدم که دیگه مدال برای افغانستان بیاریم. کوشش به این کردیم که من از یک ورزشکار پیشکسوت راه را برای نسل آینده به خاطر از اینکه بتونن بهتر ورزش کنن، صاحب همه امتیازاتی که شایسته شان هست باشه، زمینه را برشان مساعد بکنیم، صدای از اونا شیم، هم در قانون ورزش هم در جایگاه ورزشکار. مثلا شما شاید از این هستین، یک ورزشکار نام‌آور قهرمان جهان میشه، همه ماهوار 1000 افغانی برش ماش میتن. مردم های دیگه در افغانستان به این باور هستن که کمترین امتیاز در افغانستان یک معلم داره، اما ای گوشه دیگر متوجه نیستند که ورزشکارا محرومترین قشر هستند، که اما پر افتخارترین با عزتترین قشر که بر افغانستان چهرهش در دنیا به یک شکل دیگه معرفی کرده. به خاطر از اینکه بتونیم می تغییرات بیاریم، رهبری بله کنار رفتیم. به خاطر از اینکه رهبری ورزش افغانستان این کار را کردن نتانسته، ما در از اینکه تغییرات بیا، ما اعتراضات خود را به خاطر اصلاحات برای اداره ورزش داشتیم و یگانه چیزی که ما خواست داشتیم افراد و اشخاص مسلکی باید در ورزش بیا که این درد ورزشکار را درک بکنه که تا حال همچون چیزی نامده. بله، و این که این گلایه و این رنجش شما از ورزش افغانستان چی وقت از بین میره و دوباره چگونه حضور شما را خواهد داشتیم در ورزش های تکواندوی افغانستان، صحبت های زیادی خواهد با شما داشتیم، اما چون برنامه ضیافت است، برنامه رمضانی است، میخواییم نظر و دیدگاه شما را من حیث یک ورزشکار در رابطه با کمک، موانعت و مهربانی در ماه مبارک رمضان از شما داشته باشید. خانم سورش، همگی ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم و میدانیم که ماه مبارک رمضان یک ماه پر برکت، پر فیض است و همگی در این ماه کوشش میکنن که طاعات عبادتشان را نسبت به ما 11 ماه دیگر سال بیشتر بزن، چون یک ماه مبارک از قرآن در این ماه نازل شده. دست غریب و غربه و نیازمند را که نیازمندان را بیشتر بگیره. من فکر میکنم که یک ماهی است که انسان میتونه که هم در طاعات عبادات خود بیشتر تلاش بکنه، هم در کمک و مساعدت با نیازمندا برابر با توان خود هرچی که هست کمک بکنه، هم دل یک مسکین یک بیچاره را شاد بسازه، هم از لحاظ روحی و روانی خود را بتانه آسوده و آرام بسازه. یک ماه بسیار پربرکت است و فکر میکنم که الحمدلله همگی کسایی که توان دارن سهم خود داشتن. بدون شک پیام خیلی عالی آقای ایدری بیان کردن. ورزشکارای ما همون گونه که در ورزش خوب میدرخشد، در دادن پیام‌های عالی هم خوب میدرخشد. همیشه با شما هم خداوند اجر و ثواب نصیب کنه و تشکر از اینکه ضیافت ما رو پذیرفتین و مهمان برنامه ما شدین. حضور شما رو در برنامه خاطر داشتیم. پرسش‌های در رابطه با ورزش همچنان باقی مانده که بیننده‌های ما البته مشتاق هستن شما بشنن، مخصوصا کسانی که ورزش دوست هستن و علاقه‌مند رشته تیکواندو هستن. برنامه ما همچنان ادامه دارد. امشب باز هم یکی از خانواده نهایت محترم و عزیز با خود خواهد داشتیم که میخواییم اونا در برنامه البته معاونت یا کمک کنیم. شما شاید بدین که در طول 15 شب اول ماه مبارک رمضان ما مهمانای متعددی را در برنامه داشتیم که اونا لطف کردن و مهربانی کردن و هموطنان نیازمند ما را برشان مقدار پولی کمک کردن و ما از شب 15 رمضان و بعد تا آخرین شب ماه مبارک رمضان هر شب یک خانواده نیازمند که توانای اقتصادیشان ضعیف‌تر است و مشکلات اقتصادی دارند در برنامه با خود می داشته باشیم و برشان کمک می کنیم. همچنان مهمانان نهایت محترمی که در برنامه ما حضور دارند به اندازه وس و توان اونا را کمک می کنند. بیاین که با هم یک جا ببینیم تصویری از زندگی کسی را که امشب می خواهیم ما کمک کنیم.
ده خانم اوا نفتید خانم در گرفت کل چیزایم رفت یک این مسلمان ها فرش ظرف توشک این چیزا رو بر ما آوردن زیر پایین پرتافته را ایستم هند نان خوردن ده خوردن ایران ماندیم هیچ چیزی دمی خانه ندارم بیادارا این پدرشان دمی دو سال میشه که برازای خدا رفت هیچ چیزی دمی خانه ندارم من تو بکرانشین شتگیستم میرم کالاشویی میکنم کالای مردم میشویم یک خانه تکانی مردم میکنم هفت اولاد دارم من تو نه در مکتبش رسیدگی میتونم نه در قلمش نه در کتابچش هیچ چیزی در خداوند ندارم به غیر از خدا بیادارم فلای من اید شد امروز پگاه اید است ایشم میگه مادر دما کالا ایشم میگه مادر دما کالا مادر میوه اید نداریم مادر ما چی بخوریم مادر چی کنیم چی نکنیم بیرون میبرای نمیاندی والاش میگن ما کالا گرفتیم ما ایت کرمچ گرفتیم ایت لباس کردیم یا میان رنگشان زرد بر ما میگه مادر چی کنیم میگم خیر است بیا بچیم خدا مهربان است کسیم ندارم به غیر از خداوند یعنی میچه که تیم خورزادگه که مفتیده گیستم که رای خانه مره یک هزار پا خودم میتم 3000 خودش میده زمتون بتیم امروشه بیننده برنامه زیافت هستین و در این لحظه از برنامه مهمان نهایت محترمی داریم خانواده ای که نیازمند است و مشکلات زیادی را در زندگی دارند فعلا ای که چرا مشکلات زندگیشان اینقدر زیاد است از خودشان میپرسیم خواهر ما البته انیسه جان با ما همراه هم کلام هستند سلام به شما وقتاً بخیر سلام خوب هستین بخیر جان و جا بخیر هستین تشکر خواهر عزیز باشین بیاین از زندگیتان بگین چی مشکلات دارین در زندگی چی باعث شده که زندگی براتون سخت شود یعنی مشکلات دارم همش رقم که نمی رقم خانم اوان غلطید سوخت هفت اولاد دارم در رسیدگی نمیتونم در کجا زد خواهر در قندوز در ولایت قندوز شما از قندوز هستید بله در ولایت قندوز کدام سال در قندوز خانه شما اوان افتاد و چی قسم میشه می جریان قضیه را بگین این واقعه دو سال پیش نه می رقم دمی خانه ششتگی بودیم که اوان آمد دم ما در آشپزخانه بودم اوان آمد در خانه مفتید که افتید شوهرم دم خانه بود اولادکایم کلگی در آشپزخانه کتم ششتگی بودن یک وقت دیدم که میبینم که می کلگی میگه الا مادر میگه که پدرم در گرفت یک وقت میبینم میرم که میبینم که خانه مانا کلش سوخته را است همی بر آمدم هم که اولاده هم بر آمدم بیرون یک دختره که دیگه هم سوخته گیسته و هم سوخته که تیمو بر آمدم بیرون یک وقت میبینم که همی مم سایا کلگی جمع شدن گفتم شیره چی گپ شد گفتم یعنی میرقم اوان آمد گفت سر خانم گفتم مفتی چی رقم کنم گفتم این تو شوهرم هم شهید شد رفت خانم هم سوخت دیگه بس ایدست طالب و آواره شدم و آمدم سن کابل سن کابل آمدم که یک خوارزادگه که مستم و نموشه که تیم خوارزادی میشیرم 4000 پر کرای خانه او میده 1000 پر ما میدم 1000 پر ما میدم میگه بیا خاله خیر است بس با ایچی خداوند کاری تو میکنم بیا اینی بچه کتما قرار بشه یک بچه یک کم از های ساله بچه ایم از خورد است میرم کالاشوی مردم رو میکنم خانه تکانی مردم رو میکنم او نان ازمی ها خدا میرسان و خودم برشان میارم میتم دو سه تا اولاد کایم د مکتب از دیگاش د مکتب نیستن د خانه شتگیستن یعنی می نمی مشکلات سرم سرما بسیار است من میگم که خدا دیگه از همی کرانشینی و زینی بختی نمی چی ما برایم از همی مشکلات خداوند مرا بکشه به خاطر یعنی بسیار مشکل دارم بله در ماه رمضان در یک ماه ماه رمضان ما بنده خدا نباشم بنده شما باشم یک کیلو گوشت چیز ما نخوردیم یعنی می نان و چای است شب میارم میشینن میخورن اولادکایم به سرخ به چشمای گریان میشینن میگه مادر جان میگه میبرم در کوچه یکی لباس میخره دیگهش کرمچ میخرن خیر است مادر رو گفتم بچیم خیر است خدا مهربان است ایره خداوند براتان میرسانه بدون شک خداوند مهربان است خواهر عزیز تشویش نکنین خداوند بنده های خدا به گونه های متفاوت تشویش تکلیف اعصاب پیدا کردیم بله متفاوت امتحان میکنه حتما مورد امتحان خداوند قرار گرفته این روزو میکنه مشکلات شما هر چیز زودتر حل شود و خداوند بالای شما و تمام کسانی که در وطن عزیز ما افغانستان نیازمند هستند و همچنان ما رحم کنه
متاسفانه افغانستان کشوری است که تعداد زیادی از خانواده ها تحت خط فقر زندگی می کنند و مشکلات زیادی دارد. به هر صورت در برنامه امشب باز هم ما مساعدت و کمک داریم که کمک ما از طرف متعلمین لیسه عالی نمبر 3 دنیا است، مبلغ 9500 افغانی و همچنین یک کارت بیمه 30 از طرف بنیاد خیریه نجفزاده گروپ که میتونه یه همشیری ما به مدت یک ماه به صورت رایگان البته معاینات خود تکمیل کنن و همچنان خود تداوی کنن و یه هم فرزندای خود و این مقدار به آقای حیدری تقدیم میکنن و میبینیم که آقای حیدری چی مقدار اضافه میکنن و به این خواهر ما تقدیم میکنن. بفرمایید. بسیار تشکر. تشکر خانم سروش. قسمی که ما و شما پیام خانم محترمه گرفتیم، عامل تمام بدبختی ها در افغانستان جنگ است. متاسفانه. اگر فقر است، اگر بیچارگی است، اگر بیسوادی است یا مسائل دیگه، جنگ است. امیدوار هستم که این ماه پربرکت، پرفیض و دعای تمام مسلمان های افغانستان در افغانستان یک صلح سرتاسری به یک مردم افغانستان در آسایش و آرامش زندگی بکنه و کسی شوهر خود، خانم خود، طفل خود عدس نتن. و ما بسیار از این خانم یک گپ خوب شنیدم که اینا دست به گدایی دراز نکردن، کار میکنن، زحمت میکشن در خانهای مردم، بالاخره نفقه اولاد خود به دست میاره. این بسیار برای ما خوشایند است که هیچ وقت گدایی نمیکنم. من یک مقدار پول را که دوست ندارم بگویم برای خانم در جمع کمک های شما اضافه میکنم. امیدوار هستم که دردشان برای یک مدت تمام بکنم. ان شاء الله که مشکلشان حل شود. بفرمایید. من میگم زنده باشید. خیلی ببینین بدر زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر میکنم از آقای حیدری. خداوند بتونه حساب مسیح و همچنان از خواهر مک در برنامه امروز تشریف آوردن. کسانی که بیننده برنامه ما هستند در داخل و خارج افغانستان را میخواین خانواده های نیازمند کمک کنین، بازم میتونین به وبسایت بنیاد بیات البته سر بزنین، www.bayatfoundation.org. و لحظات ملکوتی افطار نزدیک است، اما قبل از او یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم. الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. تشکر فراوان از برادر محترم ما قاری صاحب محمد خالد کامران. قاری صاحب بفرمایید ضیافت با ما باشین افطار امشب میربانی. بیننده نهایت عزیز شام و افطار شما بخیر، خرسند هستم که با شما همراه هم کلام هستین. شما هم خداوند برتان اجر و ثواب بی پایان نصیب کنه جناب قاری صاحب میربانی، روزه را افطار کنین. خرسند هستم از اینکه در برنامه ضیافت با ما هستین، با بابت اذان زیبایتان سپاسگزار هستیم. آقای ایدری شما میتونید نوش جان کنین. آشپز طلایی و مظفر جان دستپخت عالی دارن. دیروز مهمان برنامه ما گله کرد، گفت که بولانی و چیزای سرخ کردنی نداریم. ما چون ورزشکارا با کدام غذا علاقه مند هستن؟ شما کدام غذا رو بیشتر ترجیح میتین در ماه برک رمضان؟ خب معمولا ورزشکارا غذای نرم مثل آش و سوپ بیشتر استفاده میکنن و از گوشت باب، گوشت سفید، ماهی یا مرغ، چون بیشتر میتونه زودتر انرژی بده و بر عضلات هم کمک بکنه. بله، پس امروز در رژیم غذایی ما و در البته مینوی غذایی ما هم سوپ داریم و هم غذای سفید، یعنی از گوشت سفید آماده ساختن. شما نوش جان کنین بیننده نهایت عزیز و افطار خوش به شما عزیزان هم میخواییم. کسانی که بیننده برنامه ما هستن آرزو میکنم دسترخانه افطاریتان سرشار از نشاط و شادمانی باشه و با غذاهای متنوع مزین باشد. ما هم با شما همراه هم کلام خواهد بودیم. ما هم کمی غذا نوش جان میکنیم، میل میکنیم تا انرژی بگیریم و بعدا گپا رو ادامه بدیم. شما هم نوش جان کنین، اما در حال حاضر یک وقت خیلی کوتاه. بیننده و شنونده برنامه ضیافت از طریق شبکه جنوب تلویزیون آریانا و 93.5 آریانا اف ام و 100.2 آریانا نیوز هستین. شما یک بار دیگر هم بخیر دارین لذت از برنامه. سه نوجوان نهایت عزیز فیصل جان، اسمت الله و احمد مسعود با خود داریم و میخواین یک نعت زیبایی البته بخوانن. شما هم با ما باشین و از برادرکای نازنین من خواهش میکنم که نعتی خدا بخوانن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان، ماه تسکین دل است ماه صیام، گرز دل باشد تراوی و قیام، ماه مهمانی است مهمان خدا، شده ای دعوت به مهمانی بیا، بنشین بر سفره خان خدا، نوش جان کن از مناجات و دعا. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان، ماه تسکین دل است ماه صیام، گرز دل باشد تراوی و قیام، روز درمان است بر حد جسم و جان، می شود با روز جسمت پرتوان، هم شود با روز صبر تو زیان، چون بیاری مستمندان را بیار. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان، ماه تسکین دل است ماه صیام، گرز دل باشد تراوی و قیام، روزداری حکم شرق و سنت است، جز به رکن دین برای امت است، 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی برا، روزداری حکم شر را سنت است، جز به رکن دین برای امت است، 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی برا. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان، ماه تسکین دل است ماه صیام، گرز دل باشد تراوی و قیام. تشکر میکنم از برادرکای نازنین ما که
نتی زیبایی را قرائت کردن و خواندن و امید از اینکه طرف توجه شما هم قرار گرفته باشد. مهمانان نهایت محترم همچنان با ما همراه هم کلام مثلا آقای حیدری، خدا کنه غذاها مزه دار بوده باشه، خوشتون آمد از غذاهایی که مظفر جان آماده ساخته بودن. تشکر خانم سروش، به واقع غذای بسیار خوشمزه بود، هم مرغ بسیار مزه دار، برنج بسیار مزه دار و یک سوپ بسیار متفاوت هم امروز خوردم. اول فکر کردم شاید چتنی همین سموسه باشه، بعدم پرسان کردم از مظفر جان است. بله مظفر گفتن سوپ است، واقعا عالی بود، من بسیار لذت بردم، خوشمزه بود. آقای دری، شما هم در خانه کدام وقت در تیار کردن افطار بازای خانواده سهیم میشین، کمک میکنین، یاد دارین آشپزی یا ندارین؟ اگر ما واقعیت بگویم براتون، چون آدم تشریفاتی نیستم، ما امروز اجده رمضان است، ما در خانه شخصی خودم تا حالا یک بارم افطار نکردیم. ما عروسی کردیم، یک طفلک داریم، یک دختره که یک نیم ساله داره به نام احسن. افطار همیشه خانه یا برادرها بودیم یا خانه همشیره بودیم یا خانه خوشو و خسر ما بودیم. چقدر خوب رمضان در مهمانی سپری شد. بله آتم به این واقعیتش، اما در سحر باز یک جا با خانم خود یک چیز تیار میکنیم بخوردن دیگه. همکاری خوب از در ماه مبارک رمضان بخیر. بله. باعث افتخار هستیم ورزشکارای عزیز ما در کنار از اینکه ورزشکار هستن در خانه هم کمک میکنن. شما از آنی هم که بیننده برنامه ما هستید میتونید در ایام ماه مبارک رمضان مخصوصا با خواهر، مادر و همسرتان در تهیه کردن دسترخوان افطار و همچنان سحری که خیلی سخت هم است بیدار شدن در نصف شب آماده کردن بسیار ثواب هم داره. اما قدر که مشکلات خود داره در ماه مبارک رمضان، هر مشکلی را که ما متحمل شویم به خاطر روزداری، اما قدر ثوابش بیشتر و زیادتر خواهد بود. آقای حیدری، وقت و لحظات محدود است، پیامی از شما خواهد داشتیم در برنامه این شب، میشه پیامتان را بگین و اینکه دوباره چی وقت بخیر برمیگردید به دنیای ورزش و دلخوری و رنجش شما کی از بین خواهد رفت؟ خیلی خوب. تشکر در ابتدا از شما تشکر می کنم، از قاری صاحب محترم که مرا دعوت کردیم به برنامه‌تون. سلامت باشید. ان شاء الله به زودترین فرصت دوباره به ورزش افغانستان برمیگردیم، اما به حیث یک بازیکن نه، شاید مدیریت و اداره ورزش ممنون یک خادم بیاییم خدمت بکنیم. پیام مایی است که به برکت این ماه مبارک رمضان همه مردم افغانستان دعا بکنن که یک صلح سرتاسری بیان، چیزی که همگی نیاز دارد، تا ما همگی در کنار یک دیگر زندگی بکنیم. تشکر میکنم آقای حیدری از اینکه در برنامه امروز حضور پیدا کردین، صحبت بسیار خوبی داشتین، هموطن ما را کمک کردین و تشکر میکنم از تمام شما عزیزان و بیننده‌های نهایت عزیز که در برنامه امروز با ما همراه هم کلام بودین و بیننده برنامه ضیافت رمضان. کسانی که بیننده برنامه ما خارج از افغانستان هستین و میخواین خانواده های نیازمند کمک کنین، باز هم با وبسایت بنیاد بیات سر بزنین، www.bayatfoundation.org، و همچنین شماره واتساپ برنامه ما 0700150300 است که فقط شما میتونین پیام بگذارین و از این طریق کمک کنین. و همچنین تشکر میکنم از بلاوری دیزاین بابت لباس های برنامه. تا برنامه بعد دیدار، باز شما را به خداوند یکتا میسپارم. وقت خوش.